অ <laughs> Moগt <laughs> نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سن فشتم امیدوارم که جانتان جور و سعدمند باشید شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی بسیار خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون شیرین ریاضی رو با هم هم میخوانیم درست است و فصل ششم هستیم چی است مساحت و احجام یا همون حجم ها درس پنجم ما و شماست اما هدف درس امروز ما و شما چی است هدف درس پنجم ما و شما مساحت و حجم مخروط حجم یا حجم گفتیم حجم من برش گفتم میشه حجمم میگن سعیش فرق نمیکنه مساحت و حجم مخروط مخروط چی باید بر تشریح کنیم سر تخته بر تشریح میکنیم که چی است اگر درس گذشته رو یادتون چی بود درس گذشته ما شما چی بود شاگرد عزیز بگین خودتون مساحت و حجم هرم درست است هرم چی بود گفتیم یک شکل هندسی سبودی که یک قاعده دارد قایدهش یک چند است و بدنه هرم چی بود بدنه هرم از چند مثلث تشکیل میشه که این در یک نقطه با هم مشترک هستند اون نقطه رو میگفتیم رأس هرم سایست؟ است چی است دقت کن شگرد عزیز مخروط ما شما چی هم تعریف میکنیم میگیم که یک تا هرم که قاعدش به جایی که چند زیلی باشد دایره باشد سایست؟ به با عنوان مثال مخروط شما شکل شده دیده باشین در امی جشن تولد یا سالگیرتان سایست؟ است البته وقت کوچکتر بودین دیگه نه وقتی کوچکتر بودین چی است در سالگیرتان امو... یک تا کلاه سر خود میمانین دیگه نه کلاهای چی میگه کلاهای جشن تولد کلاه سالگیره میگه سایست؟ او اوها چی است اوها رو میگه مخروط پس مخروط ما مخروط ما شما در اف به میشه پس میگیم یک تا هرم که قاعده از او چه باشد یک دایره باشد به با اون میگیم مخروط البته شاگرد عزیز دقت کنید یا در اصل مخروط نیست در کتاب ما شما مخروط نوین اینا نیم مخروط هستند مخروط باز انچاله در سطح 12 ما شما دقیقش میخوانیم پس فعلا ما مخروط میگیم در حالی که اینا نیم مخروط هستند ولی خب فعلا در کتاب ما شما مخروط گفته ما میگیم مخروط ولی دقیق مخروط به خیر در سطح 12 میخوانیم با هم پس پس فعلا این مخروط که ما و شما در کتاب ما و شما هست پس میگیم یک تا هرم اگر قاعده از او دایره باشد به با او میگیم مخروط و حالا میخواهیم مساحت و حجم مخروط دریافت کنیم خب قبلی که بریم سر تخته درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته باید به با ما روان میکردید از طریق واتساپ نمبرش هم چند است ۲ اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانه که دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است چگرده عزیز پس میریم سر تخته و درس امروز به خیر شروع میکنیم پس با ما همراه باشید شاگرد عزیز مخروط تعریف مخروط به شک میگیم البته دو دو نوع تعریف داریم من دو تاش براتون میگم تعریف بسیار آسانش یک تا هرم که قاعده آن چی باشد دایره باشد هرم یا تا نست دیگه نه هرم چی رقم بود یا تا نفس عزیز ما شما اگر هرم قایدهش یک تا چی بود یک تا چند بود و یک نقطه دایی بالا داشت کل رأس ها رو را به او وصل میکردیم و چی میشد یک تا شکل ما شما هرم میشد که دهی پایین چند زلی ما و شما قاعده میگفتیم و بدنه هرم چند مثلث میشد صحیح مخروط آل چی است میگیم همین چنزلی همین قاعده را اگر ما شما دایره باشد دایره در نظر بگیرین پس به شکل میشه تقریبا چنین شکلی میشه به میگیم چی مخروط اما چی میشه اما کلاهی که ده سالگیرتان در وقت کوچک بودین نه طفل بودین صحیح ده خود میمون اما رو میگیم مخروط در اصل گفتیم مخروط است ولی خب خیر ما میگیم مخروط پس یک تا هرم که قایده او چی باشد؟ قایده او دایره باشد پس مخروط میگیم هرمی که قایده آن شکر چه باشد؟ دایره باشد پس این تعریف بسیار ساده است و خود دقیق هم پس مخروط یک تا هرم است که قایده آن چی باشد؟ دایره باشد اما یک تعریف دیگرم داریم به عنوان نکته میگو میره ما میتونیم به ای شک در نظر بگیریم مخروط دقت کن شاگرد عزیز این مخروط ما شما این قاعدهش دایره است بر خود یک شوا دارد دیگه صحیح این آر ما شما شای ما قاعده ما شما بشه اگر این راس یعنی برایش نامش گرفته بودیم راس دیگه نه راس ما بیایم در مرکز دایره وصل کنیم زاویه 90 درجه است به این میگیم ارتفاع چی ارتفاع مخروط پس یعنی اچ ای ما شما نامش چی است ارتفاع مخروط صحیح پس مخروط چنین شکلی است چه این شکلی سو میفهمیم آل نکته ای را بعض کتاب ها به شکل تعریف میکنه ما ایران به عنوان نکته میگیم میگیم مخروط چی است میگیم یک شکل چی اگر ما شما به اگر ما شما یک تو مثلث قائم زاویه داشته باشیم دقت کنید یک مثلث قائم زاویه این مثلث قائم زاویه ما شما باشد زاویه چند درجه است زاویه 90 درجه است مثلث قائم زاویه رو میفهمیم صحیح اگر ما شما بیایم یک تو مثلث قائم زاویه را حول یک تا از زل های قایمه یعنی زل وتر کار نداریم دو تا زل دیگه هست حول حول یعنی اطراف دور دیگه صحیح است دور یک تا از اینا رو دوران بدیم بچرخانیم صحیح است این فکر مثلثه باید چی کنیم باید حول انیزل بچرخانیم بچرخانیم تقریبا چنین شکلی دریافت میشه دقیقا همون چی میشه همون مخروط ما و شما میشه صحیح است پس ما و شما چی, این مسلسل دوره. این ازل. این ازل چی کنیم این مثلثه دور انیزل انیزل دور از انیزل کردیم دوران دادیم حول این اطراف اطراف دور از چی دوران دادیم چی؟ یک تا شکل جور بشه به اسم مخروط پس خیلی از کتاب ها مخروض به این شکل تعریف میکنن مخرود چی تعریف میکنیم رو میگیم که اگر یک تا مثلث قائم زاویه را حول یکی از اضلاع زاویه قائمه دوران بدهیم شکل حاصل چی میشه مخروط نام دارد پس اینم نوشته میکنیم پس مخرود میگیم اگر یک مثلث قائم زاویه را حول سایست یک زل یک زل زل زاویه قایمه زاویه قایمه آن دقت کن حول یک زل زاویه یعنی حول وتر نه حول یک تازی دو زل فرق نمیکنه کنه حول یک زل زاویه قایمه آن دوران دهیم دوران دهیم شکل حاصل مخروط نام دارد نام دارد سیف پس شاگرده عزیز پس دو تعریف ما برای مخلوط کردیم یک تعریف بسیار آسان هرمی که قاعده آن چی باشد دایره باشد و میگیم مخروط و نکته دوم خیلی از کتابی رو تعریف کرده تعریف دوم با اونان نکته گفتیم اگر یک مثلث قایم زاویه را حول یک زل زاویه قایمه آن دوران دهیم شکل حاصل مخروط نام دارد پس ای دقیقا این دوتا یکی است دیگه یعنی یه مخروط است یا مخروط است پس میتونیم به این از روی هرم هم جور کنیم میتونیم از روی مثلث قائم زاویه هم جور کنیم درست است خب شاگرده عزیز گفتیم امی رأس هرم به مرکز قایده که مو ما است اگر رسم کنیم به این میگیم ارتفاع هرم و یه آرم چی است شعای قایده ما شما سیست در اینجا به این شکل است چی میشه؟ اینی زل زاویه قایمه میشه ارتفاع و زلی دیگه چی میشه؟ شای دایره پس دقت کنید در این شکل دوم که ما و شما از روی گفتیم تعریف کردیم و جور کردیم این زلی که دور از دوران میدیم ما و شما میشه ارتفاع ما و شما یا میشه ارتفاع سایست شکرد عزیز و این زلی دیگه ما و شما چی میشه؟ میشه شای قایده شای قاعده سیست؟ خب شاگرد عزیز حالا چرا این نارقه تاکید میکنیم؟ چون در فرمول حجم و مفاد از کار میگیریم ما شما خب شاگرد عزیز پس من این ای, ای پاک میکنم درس گذشته اگر یادتون باشد شاگرد عزیز با شما گفتیم که حجم هرم یادتون است چه رقم کردیم نه حجم هرم چی میشد میشد مساحت قاعده زب در ارتفاع زب در یک بر سه خب عالی مخروط ما و شما چی است مخروط ما و شما دقیقاً چی است گفتیم یک تا هرم است دیگه قاعده چی است قاعده دایره است پس دقیقا از فرمول چی حجم یا حجم هرم باید چی پیروی کنه که دقیقا نمیست پس حجم یا حجم مخروط ما شما میتونید به این شکل نوشته کنیم مساحت قاعده ضرب در ارتفاع ضرب در یکی بر سه دقیقا مشابه فرمول چی است فرمول حجم هرم است درست است پس نوشته میکنم پس وی مخروط شاگرد عزیز وی مخروط ما شما چی میشه میشه مساحت قاعده یا اس قاعده ضرب ارتفاع ما و شما H است و ضبط داره یک بر سه دقیقا فرمول چی مشابه فرمول حجم هرم درست است پس چون گفتیم مخروط چی است یک هرم است دیگه پس فرمولش همون فرمول است فقط مساد قاعده دقت کنید در اینجا شاگردای عزیز چی است قاعده ما و شما یک تا دایره است مساحت دایره رو خواندیم در سالهای گذشته درست است مساد دایره چی است میشه پای آر مربع آر است ما و شما پس پای ضرب در آر مربع آر که مربع میکنیم ضرب در پای میکنیم پایم گفتیم که اگر باشه گفتیم در خود پای نوشته کو اما اگر بخوایم به نوشته کنیم پای چند نوشته میکنیم سه اشاریه چارده نوشته میکنیم درست است پس این چی است این فرمول حجم یا حجم هرم ببخشید مخروط مخروط یک نه هرم است که از روی از روی اون فرمول کردیم و فرمولش هم کاملا درست است خب اما شاگرد عزیز مساحت چی میشه مساحت هرم مساحت مخلوط ببخشید مساحت مخلوط اس ما یک اس جانبی داریم و یک اس قاعده داریم ساید پس من اول اس قاعده رو نوشتم میکنم اس قاعده قاعده ما و شما چی یک تا دا دایره است دایره فرمول مساحتش اس یعنی مساحت دیگه نه فرمولش از پای آر مربع بین شست هیچ نیست علاوه نیست ضرب است پای که گفتیم چند تا 3.14 در نظر میگیریم و آر هم که شعاع ما و شما شعاع ما و شما سوال خودش میته به عنوان مثال میگه شاه ما و شما 3 است دو است دو سانتی متر است 5 سانتی متر هرچی بگه بگه فرق نمی کنه. ما میتونیم دهی وضع کنیم دهی فرمول و بتونیم مساحت قاعده دریافت کنیم صحیح است اما مساحت جانبی اس جانبی قاعده این پایین است دیگه این میشه قاعده جان جانبی چه میشه دور تا دور اما شکل ما و شما صحیح؟ بدنه میشه مساحت بدنه یا مساحت جانبی برش میگیم میشه پای آر آر ال خب پای چی است پای امو سه اشاره 14 است آر چی است آر شوهای قاعده است تا اینجا خوب مشکل نداره فقط ال ال چی است دقت کن شاگرد عزیز ال دقیقاً چی است انمی زل این مثلث قائم که ما شما داریم مثلث قائم که دور یک تا زل دوران دادیم همین وتر نامش رو ال میگیریم یعنی وتر نامش چی است ال است یعنی از رأس مخروط تا همو لبه قاعده تا همو خود قاعده تا مرکز نه تا همو لبه دور دور قاعده است پس از اینجا تا اینجا چی میشه میشه ال از اینجا تا اینجا پس این هم ال است سیس پس دقت شگرده ارتفاع فرق میکنه ارتفاع از رس تا مرکز قاعده است اما ال ما و شما چی است از رس تا خود محیط دایره است محیط قاعده پس این میشه ال این ال کردیم پس اگر ما اس جانبی رو بخوایم دریافت کنیم از این فرمول دریافت میکنیم پای ضرب در آر آر چی است شای دایره و ال چی است اما وتر مثلث قائم مساوی که جور کردیم درست است پس چی اس جانبی و اس کل ما و شما چی میشه مساحت کل مساحت جانبی را جمع مساحت قاعده باید بسازیم دیگه صحیح پس میشه اس جانبی جمع اس قاعده پس یه اردو رو با هم دیگه جمع میکنیم و اس کل دریافت میشه صحیح پس اینی سه فرمول ما شما باید داد داشته باشیم یک تا حجم مخروط یک تا چی مساحت قاعده رو یاد داریم دایره است مساحت و مساحت کل یا کلش باید بتونیم دریافت کنیم در مخروط. درست است شاگرده عزیز پس ما تخته رو پاک میکنم و یک تا مثال با اعداد براتون مثال میزنیم که دریافت کنیم چند میشه درست است شاگرد عزیز پس تخته پاک میکنیم با ما امرا باشید خب شاگرده عزیز و گرامی یک تا مثال دیگه کار میکنیم پس مثال با ما و شما یک شکل داده یک, شا... یک تا شکل مخروط گفته که مساحت کل و حجم مخروط را دریافت کنید پس دقت کنید مساحت کل و حجم مخروط مقابل را دریافت کنید خب شاگرد عزیز مخروط ما شما به شکل است خب شای ما و شما رو داده دا دا سه سیست و ارتفاع ما و شما رو داده دا چار سنتیمتر شای ما و شما هم چی هست؟ باید اینجا نوشته کنیم شای ما و شما 3 سانتی متر است پس شای مخروط ما و شما شای قاعدش 3 سانتی متر است و ارتفاع چند 4 سانتی متر است درست است و ما و شما گفته مساحت کل و حجم ای رو دریافت کنید خب دریافت میکنیم بسیار آسان است در فرمول مندازیم و دریافت میکنیم خب اول حجم دریافت میکنیم حجم بسیار آسان است درست است شاگرد عزیز حجم ما و شما چی است وی مخروط فرمولش چی بود وی مخروط بود اس قاعده در H. H ما شما مرتفع است. خب اچ که داریم ارتفاع ما شما چند است؟ 4 سانتی متر است. و اس قاعده یک دایره داریم که شای از دایره 3 سانتی متر است. خب میتونیم فرمول داریم اس قاعده رو میرم دریافت میکنیم. پس ما در اینجا اس قاعده اول دریافت میکنم. اس قاعده فرمول مساحت دایره چی بود چاگر عزیز؟ بگین خودتان. پای R مربع. آفرین. پس پای R مربع. پای ما و شما چند است؟ پای میمانیم 3.14. صحیح است؟ سه اشاره چهارده. یا هم خود پای میمانیم. فرق نمیکنه در کتاب ما و شما میگه که پای چند باید سه اشاره چهارده خودش برای شما گفته میشه. خب ضبط داره. آر ما و شما چند شای شاه ما و شما چند است؟ شاه ما و شما سه است. پس سه مربع. خب چاگراد عزیز اول مربع. سه مربع چند میشه؟ سه مربع میشه چند شش نه خیر شش نمیشه ضرب نکنی سه دو سه مربع این سه دو بار در خودش ضرب کن سه ضرب در سه جواب چند میشه نو میشه آفرین پس میشه سه اشاریه 14 ضرب در نو خب سه اشاریه چارده ضرب در نو بسازه چند میشه بعد من در اینجا ضرب میکنم سه اشاریه 14 ضرب در نو میسازم نو چارت سی و شش نو یک نو و سه دوازده. نوسه بیست هفت چند رقم دون رقم میشه بیست پس بیست اشاره بیست چی؟ شاگرد عزیز بر حسب سانتی متر است پس میشه سانتی متر مربع چون چی است مساحت است پس مساحت قاعده رو تونستیم دریافت کنیم درست است شد 28.26 سانتی متر مربع اما دهی فرمول جایگزاری میکنیم دهی فرمول ما شما جایگزاری کنیم از قاعده دریافت ما و شما شده 28 اشاره 26 ضرب در ارتفاع ما و شما چند است؟ اچ ما و شما سوال دقت کنید 4 سانتی متر است. ضرب در 4. خب اگه ضرب بسازیم چند میشه؟ با من اینجا ضرب میکنم. اینو پاک کنم. 28 26 ضرب در 4 بسازیم. 6 4 24. 2 4 8 2 میشه 10 یک تا یکش اینجا میره. 2 4 8 32 33 3 تا اینجا 428 با 311 سیست دو رقم اشاره داریم پس میشه 113 اشاره پس میشه 113 اشاره 4 چی شاگرد عزیز چی است حجم است حجم چی بود سانتی متر مکعب آفرین پس 113 اشاره 04 سانتی متر مکعب سیست پس شاگرد عزیز ما و شما حجم مخروط تا نیستیم دریافت کنیم فرمولش چی بود مساحت قاعده ضرب در ارتفاع دقت کنید درست است شاگرد عزیز نه خیر یک ضرب در یک برسه هم داریم دیگه اگر این نباشه فقط چی میشه این استوانه میشه پس یک تا ضرب در یک برسه هم دقت کن شاگرد عزیز یادتون باشه دو پس من نوشتم یک تا ضرب در یک برسه هم داریم نه پس این من به این شکل ضرب چی داریم ضرب در یک برسه هم داریم عالی مساوی میشه پس ما باید امی عدد 113.04 تقسیم بر 3 یا ضرب در یک بر هم بسازیم پس تقسیم بر باید بسازیم درست است پس شاگرد دیوید بان میلم زب که برسم بسازم ضب داره یک بر سه که ضرب بکنه به شک میشه میشه صورت اینا کلش مخرج یک صورت در صورت مخرج در مخرج ضرب میکنیم صحیح است شد 113.1 113.04 تقسیم بر سه که چی میشه سانتی متر مکعب اینا یعنی با ماشین حساب میتونن تقسیم کنین سه سال چون جایندس من به این شکل میتون خودتون میتون تقسیم با کتابچه هم میتون تقسیم کنین در ماشین حساب تقسیم کنین جاش دریافت میشه پس ما حجم بخدا تا نیستیم دریافت کنیم چی شد مساحت قاعده ضب در ارتفاع ضب در یک بر هم داریم درست است اگه یک بر نباشد میشه حجم میشه. یا حجم چی استوانه میشه شاگرد از دقت کنید و فکرتون باشد این باز با عنوان یک نکته من میگم برایتون سه است شکل چه متوجه میشین پس مساحت قاعده دریافت کردیم ارتفاع هم داریم ضرب در یک بر هم داریم یادتون نره و چی شد جواب آخر دریافت کردیم اما مساحت از ما شما خواسته مساحت قاعده رو دریافت کردیم مساحت جانبی رو هم دریافت کنیم با مساحت قاعده جمع بسازیم مساحت کل دریافت میشه مساحت کل مساحت جانبی شاگرد عزیز اس جانبی اس جانبی فرمولش چی بود بود پای آر ال صحیح پای ما شما که هم 3.14 است 3.14 ضب در آر ما شما همیشه هم 6 سانتی متر است ضب در سه اما ال ما و شما چی است ال دقت کنید گفتیم چی است اما وتر مثلث قائم زاویه ان زاویه 90 درجه است ان وتر این مثلث خب اینی سه است ان چهار است وتر میتونیم با رابطه دریافت کنیم پس من از رابطه فیثاغورس در دا اینجا دریافت میکنم پس وتر منامش اگر x بگیرم پس میشه x مربع مساوی با سه مربع جمع چهار مربع رابطه یا تا وتر مربعش یک طرف و یک طرف خب x مربع خودش سه مربع نو جمع چهار مربع شانزه نو جمع شانزه چند میشه؟ آفرین 25 پس x مربع مساوی است با 25 از اطراف جذر میگیریم پس جذر 25 چی میشه؟ میشه 5 پس x ما شما شد 5 صحیح است؟ پس ال ما شما همون چی است؟ با ریکس x نمیمونه بخیر نامش ال میمونه چرا x نوشته کنم؟ این نامش ال است پس یا x ها کلش ال است دیگه نه؟ کلش ال است پس ال مربع را را. پس علم ها چند هست؟ پنج شد. پس دیگه پنج را میمانیم. پس ضرب می سازیم. 3 پنجی 15. 15 ضرب داریم. 3 اشاره 14 باید درست است؟ 3 اشاره 14 ضرب داره 15. این را ضرب اگر بسازیم. این پاک می کنم. 3 اشاره 14 ضرب داره 15 بسازیم. 5 4 20. 5 5 2 7. پنج سه پانزه سیست یک تا صفر می یک چار چار یک 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 سم سه خب جمع سازیم سفر چار افت یازده اینی هم میشه افت اینی هم, میشه افت. اینی هم میشه افت. خب چند رقم اشاریه داریم؟ دو رقم اشاریه داریم یک دو سیست ضرب است دیگه نه؟ پس میشه شه چل افت اشاریه ده چل افت اشاریه ده چی شد؟ شاگه پس نوشته می کنم اشاریه ده متر مربع چرا مربع؟ چون مساحت است شاگرده عزیز پس چی کردیم؟ پای آر ال پای که سه اشتر چار آرم که سه سنتیمتر بود الم تا از رابطه فیسا غرف دریافت کنیم ضرب کردیم و جواب شند شد سه ضرب در پنج کردیم پانزه شد پانزه رو باز ضرب در سه کردیم شد چه لفت اشاریه ده سنتیمتر مربع خب شاگرده عزیز پس میره پاک کنم خب آل مساحت کل از ما و شما خواسته مساحت کل باید ما مساحت قاعده رو با مساحت جانبی جمع بسازیم تا مساحت کل هم دریافت شود درست است پس من در اینجا جمع بسازم در کجا در دا ده... این وسط جمع بسازم پس قاعده ما و شما چند است 26 اشار 26 یه هم است اشار یه ده پس 47 اشار یه ده جمع 28 اشار یه 26 خب جمع بسازیم شش با سفر میشه شش دو یک تن میشه سه اشاریتش میمانیم 8 و 7 میشه پانزده پنجش ده اینجا یک ای بالا میره دو چهار شش با یک افت سیست پس میشه افت و پنج شش پس اس کل ما و شما چند شد پس اس کل شد چند 47 افت اشاریه ده جمع چلو افت اشاریه ده جمع بیست 28 اشاریه اشاریه 26 بی هشت هست دیگه شاگرده عزیز 28 اشاره 26 مساوی شد چند؟ 75 اشاریه 36 75 اشاریه 36 چی شاگرده عزیز؟ سنتیمتر مربع چون چی است؟ چون مساحت است یا تا که مساحت میشه سنتیمتر مربع و حجم چی میشه؟ سنتیمتر مکب پس شاگرده عزیز یک تا مثال کار کردیم مفاد کل و حجم مخروط مقابل را دریافت کنید این مخروط به ما و شما داده شای قایدر به ما و شما 3 سانتی متر داده ارتفاع هم 4 سانتی متر داده صحیح اول رفتیم حجم مخروط دریافت کردیم حجم گفتیم چی است مفاد قاعده ضرب در ارتفاع ضرب در یکی بر سه یا همون تقسیم بر سه که مفاد قاعده رفتیم جدا یک بار حساب کنیم چون قاعده ما شما دایره است مفاد قاعده چی میشه پای آر مربع آر ما شما سه بود سه مربع در اینجا ما سه مربع شد نو نو رو در 3.14 ضرب کردیم شد چند 28.26 سانتی متر مربع خب دای دای فرمول بالا انداختیم به جای اسه قاعده همین 28.26 هم ماندیم 28.26 ضرب در ارتفاع مخروط ما شما 4 است ضرب در 1 بر 3 4 ضرب در 28.26 کردیم شد 113.04 تقسیم بر 3 این دیگه تقسیم خودت با ماشین حساب انجام بده صحیح و چی میشه سانتی متر مکعب بعد آمدیم چی گفتیم؟ مساحت جانبی اف جانبی چی بود؟ فرمولش پای آر ال پای که سه شهر چارده است آر ما همون مساحت شای قایده ما و شما سه سنتیمتر است اما ال چی است؟ ال دقت کن ال گفتیم چی است؟ در مسلس قایم زاویه که در مخلوط جور کرده با ما و شما همون وطرش ال است خب مثلث قائم مدار وتر دراف میتونیم دیگه یعنی شای ما شما 3 ارتفاع ما شما 4 است وتر مثلث قائم مدار با چی دراف میکنیم با رابطه فیثاغورس آفرین گفتیم ال مربع مساحت با 3 مربع جمع 4 مربع ال مربع مساحت با 3 مربع 9 4 مربع 16 9 16 25 ال مربع مساحت 25 از اطراف جذر گرفتیم جذر ال مربع ال میشه جذر 25 هم 5 میشه صحیح پس ال ما شما 5 شد دای فرمول انداختیم شد سه اشاره چارده زب داره سه 5 3 پنج سه 15 پانزه پانزه سه اشاره چارده رو کردیم شد چلف اشاره ده سنتیمتر مربع چرا مربع؟ چون مساحت هست و حال مساحت کل مساحت کل مساحت قاعده و مساحت جانبی رو باید با هم دیگه جمع بسازیم که جمع ساختیم شد 75 اشاره 36 سنتیمتر مربع درست هست شاگرد عزیز؟ خب شاگرده عزیز پس درس امروز ما و شما خلاص شد درست است شاگرده عزیز مساحت و حجم مخروط هم خواندیم پس من ایرم تیک مارک میکنم اما کارخانگی تمرین های صفحه 150 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است شاگرده عزیز پایان درس پنجم از فصل ششم خب عزیزان مانده نباشین به باشین وقت خوش خدا نگهدارتون